عظیمترین کلاهبرداری دولتی شاید بشه اسمشو گذاشت. سازمان خصوصی سازی 600 هزار میلیارد تومان کلاهبرداری با سندسازی قانونی انجام داده. از جیب هر کدام از سهامداران سهام عدالت 7 میلیون تومان برداشته شده. فهمیده بودین که ابهاماتی در سهام عدالت وجود داره و یک تخلف خیلی بزرگ چند هزار میلیارد تومانی تو این حوزه انجام شده. چند صد هزار میلیارد تومان. یعنی عظیمترین پرونده کلاهبرداری دولتی شاید بشه اسمشو گذاشت که سازمان خصوصی سازی 600 هزار میلیارد تومان کلاهبرداری با سندسازی قانونی انجام داده. تو داستان سهام عدالت عرض کنم ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که ما طبق قانون اصل 44 قرار بوده 40% از سهام واگذاری شرکت ها به مردم تحت عنوان سهام عدالت واگذار شود. اولا که سازمان خصوصی سازی مثلا قرار بوده که 100 تا شرکت بیاره پشتوانه سهام عدالت قرار بده، از همون اول 100 تا شرکت نیاورده، 70-80 تا آورده، 20-30 تا کم آورده. دوم این که قرار بوده یه حدود 47 میلیون نفر مثلا سهام عدالت مشمولش بشن، اینو 45 میلیون نفر، یکی 2 میلیون نفر با اینکه ثبت نام شدن برگه سهام اجازه نداده براشون صادر بشه. اینا هم هست تازه. اینا که من میگم جزء این 600 هزار میلیارد تومانه نیستا. این 600 هزار میلیارد تومانی کی اتفاق میفته؟ در اون قرارداد واگذاری برگاش سهام قرار بوده از محل سود سهام، ارزش اولی 1 میلیون تومانی سهام پرداخت بشود. اینا توی مقطعی اومدن گفتن که آقا ما 500 هزار تومان تونستیم برداشت کنیم، که ما معتقدیم این 500 هزار تومانه به خاطر اینه که اون تعداد کارخونجات و یا بنگاهایی که باید میومده پشتوانه سهام عدالت قرار میگرفته، خود دولت نگذاشته که اونقدر سود در بیاد که بپردازد. اونم اونجا هم خودش مقصر بوده، خود سازمان خصوصی سازی مقصر بوده است، نه کسی دیگری. حالا علایال میگن که آقا ما اینقدر نتونستیم سود ابتیاع کنیم و بپردازیم. بعد اومدن چیکار کردن؟ اون سهام 1 میلیون تومانیه تو این سالا شده 14 میلیون تومان. اینها قرار بوده از سود بردارن، به جای که از سود بردارن رفتن نیمی از سهام رو برداشتن. یعنی به جای 500 تومان 7 میلیون تومان برداشتن. یعنی بعد از ارزش افزوده از این 14 تومانه 500 تومان برمی‌داشتن، میشد 13500. اینا به جایی که از 14 تومانه بردارن رفتن از 1 تومانه 500 تومان برداشتن. و مجموعه این رو شما ضرب در تعداد کنید ببینید چه عددی میشه، بدون اینکه به مردم اطلاع بدن. حالا میخواید همین کارو بکنید به مردم بگید، بگید مردم عزیز سهام شما 10 میلیون تومانه، شما یا بدید 500 تومانه به ما بدید، 10 میلیون تومانو بگیرید از ما بر ندارید، ما 5 میلیون تومان از شما برمی‌داریم. کی گفتن اینو به مردم؟ حتی همین رو هم نگفتن، یه اطلاعیه گنگ و مبهم دادن، گفتن آقا بیاد شما پول، که اون زرنگا اون 400-500 هزار نفر آدمایی که مطلع بودن از پشت صحنه رفتن ریختن و صاحب پوله شدن. عموم این 45 میلیون نفر باقی مانده، 46 میلیون نفر باقی مانده، بندگان خدا واسه همه جا بی خبر، مطلع نشدن که این اطلاعیه اینا زمینه ساز چه نوع کلاهبرداریه. و از جیب هر کدام از سهامداران سهام عدالت از جیب هر کدومشون 7 میلیون تومان برداشته شده. ما داریم البته مستندسازی میکنیم، گزارشاتی هم